بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نمیدونم این تیکه تاریخو بخونم امشب یا نه. ای زن و مرد نمیدونم خبر دارید یا نه، زینبو در کوفه 12 روز زندان برده. بچه های فاطمه را 12 روز زندان کرده. عوض تسلیت و دلداری زین العابدین و گوشه زندون جا داده. الله خیلی رضالت. نمیدونم چطور مفتشینشون به دست آوردن که 2 بچه اضافه شده برای اهل بیت و اینا خونه شرعی بودن، 2 به آقا تحویل داده شدن. عبیدالله یه حساسیت عجیبی داشت رو مسلم ابن عقیل و بچه هاش، خیلی بدش میومد از مسلم. خیلی اینا پاک آیان وقتی خواستن آل محمد رو از تو زندون بیرون بیارن، یه مأمور از طرف عبیدالله در زندون ایستاد، گفت بچه و بزرگ باید خودشونو معرفی کنن، من اسامیشونو بنویسم. میخواست بچه ها رو گیر بیاره، تمام زن و مرد یادداشت شده اسامیشون. به این 2 بچه که رسیدن گفت امیر عبیدالله دستور داده ما این 2 بچه رو نگه بداری. گفت این 2 بچه ها باید بمونن. یه دفعه صدا گریه بچه ها بلند شد، خدا ما 2 بچه گوشه زندان چه کنیم. امام چهارم هرچه التماس کرد به زندانبان، صدا زد زندانبان پس ما رو برگردون دو زندان، آخه 2 بچه دق میکنن، ای 2 بچه دل میبازن، اگه باباشونم کشته شدن باز در این مدت تو زندانم اگه بودن با ما بودن، همه دورم بودیم. هر چه التماس کردن گفتن فایده نداره. آل محمد رو بردن، این 2 بچه گوشه زندان بودن، زندانبانی براشون تعیین کردن. نزدیک غروب آفتاب 2 قرصنون جا می آوردن، یه ظرفم آب. برادر بزرگتری اسمش محمده، یه روز صدا زد داداش اینا که هر رو قضا ما را نزدیک غروب آفتاب میارن، خوبه پس ما روزا روزه بگیریم. آی بمیرم براد. اهل بیت شام رفتن، امام چهارم از یزید خواست نامه بنویسه برای عبیدالله، 2 بچه را در برگشتن آزاد کنم، با اهل بیت برن مدینه. نامم نوش ولی عبیدالله امتثال نکرد، خیلی رزم قبول نکرد، گفت مصلحت در این اینا باشه. آیان عزیز اهل بیت رفتن، ای 2 بچه 1 سال در زندان بودن. اخیراً یه زندانبانی پیدا کردن، پیرمردی بود اسمش مشکور بود. یه روز برادر بزرگتریه به برادر کوچیکیش ابراهیم گفت داداش
امروز که نزدیک غروبی زندانبان نان آب برامون میاره، اگه صلاح میدونی ما خودمونو بهش معرفی کنیم، شاید به ما ارفاق بیشتری بکنه. بگو پیرمرد ظاهرش هم بد نیم. نزدیک غروب آفتاب شد، آقا تا پیرمرد اومد یه وقت محمد صدای زد، آجان پیرمرد مشکور بیا جلو. گفت چی میگی؟ بچست و اینم زندانی و اونم زندانبان و بی اعتناب. گفت یه خورده جلو بیا، دوست و سوال دارم. گفت ببار. گفت پیرمرد بگو بدونم آیا تو پیغمبر اسلامو میشنازی؟ گفت من مسلمونم، او پیغمبرمه، چطور نمیشنازمش؟ گفت بگو بدونم آیا علی رو میشنازی؟ گفت او امام منه، من چطور نمیشنازمش؟ گفتن پیرمرد بگو بدونیم آیا امام حسن رو میشنازی؟ گفت امام دوم منه. گفتن پیرمرد بگو بدونیم آیا حسین رو میشنازی؟ گفت آری امام سوم منه. خدا لعنت کنه اونایی که پارسال حسین رو کشتن. آری من مدتیه دارم بر حسین گریه میکنم. گفتن پیرمرد بگو بدونیم آیا مسلم ابن عقیل رو میشنازی؟ اینا چه سوالیه میکنید واسه شما اینا رو بردی؟ یه وقت گفتن آی پیرمرد ما بچه های مسلم ابن عقیلی. آی مظلوم آقا، آی بابا، بابا آزادها چرا زودتر خودتونو به من معرفی نگردین؟ گفتن حالا گفتیم چه میخوایی بگنی؟ گفت در زندان باز، اگر میخواد برید آزاد، اگرم میخواد بمونید من غلام شما هستم، هر کار میگید میکنم. گفتن پیرمرد اگه اجازه بدی ما بریم به خدا دلمون برا مادرمون تنگ. صدا زد آزادها چشم، من آزادتون میگذارم برید. خیلی هم مسئولیت داره، شاید من کشته بشم اما میشه. آزادها فقط یه لطفی بگنید، میترسم الان آزادتون کنم برید شما رو بگیرن. بگذارید شب بشه، تاریکی شب عالم فرا بگیره، اون وقت برید اقلا به نتیجه برسید. باز دوباره نگیرمتون. بیا شب شد، تاریکی شب جهان رو فرا گرفت، زندانبان در زندون رو کرد. گفت بریم کوفه، هم بزرگ بود. دو سه ساعتی بچه ها تو کوچه ها و خیابون ها رفتن، تا از یه کوچه رفتن سر از کنار فرات در آوردن کنار نخلا، دیگه خسته شده بودن. آی نشستن با درخت خرما، سر به این درخت گذاشتن، خوابشون بود. ای کاش اون شب اونجا نخوابیده بوده. شب صاب شد، شب صاب شد. زنای عربا الان هم رسمشونه، اونایی که خونه هاشون کوفه است، وقتی لوله هاشون حالا آب نداره، مشکارا میارن از تو فراد آب میکنن میبرن خونه. اون وقت که اصلا لوله هم نبود. کنیز حارس، کلفت حارس، یک مشک برداشته اومد کنار شریعه آب کنه برم، دید دو تو بچه نشستن زیر درخت دارن گریه میکنه. گفت آجون شما کی هستید؟ گفتن ما یتیمان مظلمیم. این کلفت هم انصافا غرضی نداشت، اما چون خانم زن حارث از شیعه هاست، میمیره برای امام حسین و مسلم،
از وقتی شنیده اینا رو کشتن همش گریه میکنه، اما شوهرش اون کثیفی، چون میدونست خانم جد دوزدان ایناست، برداشت بچه ها رو به زور آورد خونه، در خونه نگاهشون داشت، اومد تو خونه گفت خانم دوتا مهمون برات آورده، اما این مهمون ها خیلی قیمتیه، این مهمون ها خیلی با ارزشه. گفت کیان؟ گفت یتیمان مسلم. گفت از کجا پیداشون کردی؟ جریانو گفت آمد دم در بچه ها رو برد دوگونه، بچه ها رو شزد جودا، لباسای بچه ها رو عوض کرد. گفت آزادا من به جای مادر شما، آقازاده های مظلم مباد و غزه بخوری. لا اله الا الله، قضا داد به بچه ها، عروض شب شد، بچه ها را توی اتاق دیگه خوابون، درم بس به رو بچه ها، نصف شب در زدن، کیه؟ شوهرش حارس اومده. گفت مرد تا حالا کجا بودی؟ گفت به خدا و قسم صبح رفتم خبر دادن دو عبیدالله، این پیرمرد زندون بون دو تا بچه های مسلم رو آزاد کرده. عبیدالله گفته هر کی دو تا بچه رو بیدو کنه 2500 درهم بهش جایزه میدم. من از صبح تا حالا خودم و اسبم و توی بیابونان شهید کردم عقب اید و دو بچه، به خدا قسم اگه بچه های مظلم و به اید و گنم اونا رو قده قده می کنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. زن نصیحتش میکنه، میگه آی مرد نرو دنبال این کارا، مگه نمیخوای نون پیدا کنی برو؟ ما این نونو نمیخوایم. آی مرد قیامتی ظلمان جواب داره، نکن اینجور. هر چی کرد تو گوشش فرو، یه لقمه غذا آورد زهر و مارش گرد گرفت خوابی، آی یه ساعت خوابش برد، یه وقت تو اتاق سنو گریه بچه ها بلند شد. بنا کردن بچه ها گریه کردن. چرا بچه ها گریه کردن؟ یکی از بچه های خواب دیده بود، پاشد داداش رو بیدار کرد، گفت این خوابی دیدم. ابراهیم برادر کوچولوه گفت داداش جون محمد منم یه خواب دیدم، بذار اول من خوابم رو بگم. گفت بگو. معلوم شد هر دوتایی یه خواب دیدن. ابراهیم صدا داد برادر من خواب دیدم پیغمبر اکرم و بابا مسلم ابن عقی، پیغمبر روشو کرد به بابا مسلم، گفت مسلم خودت اومدی بچه ها دو گوبه گذاشتی؟ یه وقت بابا مسلم گفت آجان رسول الله فردا شب بچه هام در بهش مهمون منه. صدا زد داداش به نظرم امشب شب آخر عمرمونه. صدا زد برادر بیا امشب هم دیگر رو سیر ببینی. یه وقت حارس از خواب نحزش بیدار شد، تا رسید در اتاق بچه ها، دیدی دو تا آزاده دست به گردن هم گردن دارن گریه میبونه. ای اینا نجیب وقت اومد گفت من انتما شما کی هستید؟ گفتن در امانیم بگیم. گفت آره. گفتن بچه های مسلمیم. ای بمیرم اینا نجیب انقدر سیلی به صورت بچه هست، آی یتیمی در زبی در من یتیمی. صبح زود پاشد غلامشو برداشت، پسرشو برداشت، این دوتا بچرم برداشت، هر چه زنش التماس کرد.
ای هارس ای دو تا بچه مهمون من هست. این نانجیبه که نانکر این دو تا بچه را آورد کنار فرات، گفت میخوام سرتون رو جدا کنم، عبیدالله جایزه برا پیدا کردن تون برام تعیین کرده، اگه سراتون رو ببرم حتما بیشتر بولم میده. محمد و ابراهیم گفتن حارس پس به ما مهلت بده دو رکعت نماز بود. ای مهلتشون داد نماز گنده خدا دو شاهد با. آمد سر محمد و جدا کنه، الله شمشیرشو داد دست غلامش، گفت غلام تو سرشو بزن. تا شمشیرو دست غلامش داد، غلام یه دفعه شمشیرو پرتاب کرد طرف حارس، خودشو انداخت تو دریای فرات. هی میرب لعاب هی میومد بالا، میگو حسین غضب آلوده تر شد، شمشیر را به پسرش داد، گفت من نمیدنم، اگه منو میکشیم بگو. این نانجیب اومد جلو سر برادر بزرگی رو جدا کنه، داداش کوچیکم میامد میگو حارس اول منو بگو. میامد سر ابراهیم رو جدا کنه، محمد جلو میومد، حارس اول سر منو ببر. گفت نبایدی کوچکی رو بکشم. گوش کنید بگم، یه وقت محمد خود شروع دست و پای حارس انداخت، گفت نمیذارم بگوشی. چرا؟ برای اینکه وقتی خواستیم از مدینه بیرون بیایم، مادرم دست برادرم رو به من داده. ای امان امان، یتیمی در زمی در من، یتیمی یتیمی خالیه دارن یدیمی، الهی تفل بی بابا نباشد، اگر باشد دلین دنیا نباشد، اگر باشد دلین دنیا نباشد، اگر باشد دلین